سلام و بعد از ظهر همه شما بخیر بینده های عزیز تلویزیون خورشید خدا کنه ساعت من باشین. بازم وقت برنامه رسم زندگی فرا رسیده، حسین نوری با شما هستم. عزیزان هم تو کمه ما میفهمین باورهای ما است که بالاخره در زندگی ما را میتونه که به مسیرهای مختلف بکشانه. یعنی دقیقا اگر بگویم که باورهای ما نقش بسیار بارز و امی باورها هست که ما ایره منعیس حقیقت مسلم در زندگی ما قبول میکنیم. اگر او باورهای مثبت ما باشه یا منفی باشه تمامش ارتباط میگیره به اینکه افکار ما چگونه هست. حالا ما از باور یاد میکنیم که باورهای ما یا مثبت است یا منفی یا چگونه باور داریم، ولی اینکه این باورها از کجا شکل میگیره، چگونه به وجود میآیه، این موضوع بسیار مهم است که امروز در همین رابطه صحبت بکنیم. پس شما هم با ما همراه باشین، مهمان را هم با خود دارم، صحبت های بیشتر با مهمان برنامه ما می داشته باشم. آقای محمد صفا فرزی، یکی از روانشناس های ما امروز در برنامه با ما هستن و بیشتر روی به وجود آمدن باورها آقای فرزی صحبت میکنه. سلام، خوش آمدید. زنده و سلامت باشین. بر سلام احترام خدمت شما و بیندگان عزیز که ما را طریق پرده تلویزیون خود تماشا میکنید. سلامت باشین. در رابطه با شکل گیری باورها بگوین که از چه زمان شکل میگیره باورها. اولا باید بدانیم که خود باور چی هست و چرا ما روی از بحث میکنیم و اهمیتش چی هست. اگر نگاه بکنیم به تعریفش، باور دقیقاً همو ایمان داشتن، همو اعتقاد داشتن و دقیقاً باورهای ما زمان شکل میگیره که ما در یک محیط قرار میگیریم یا در محیطی که قرار میگیریم تمام اون محیط سر ما اثرگذار میتونه باشه. چی محیط خانواده باشه، چی مکتب باشه، چی پوهنتون باشه، چی کار و وظیفه و شغل اینا باشه. اما مهم هی است که باید بشناسیم که من چگونه باور دارم یا به چی باور دارم یا باورهای ما آیا مثبت است یا آیا باورهای ما منفی هست. پس این باورهای ماست که زندگی ما را تشکیل میده، ما را به سمت سوی موفقیت ها میکشونه یا به سمت سوی شکست ها و بدبختی ها میکشونه. پس مسئله مهم از همش ای هست که این باورها به کدام سمت سو باید حرکت بکنه و باید بدانیم که وقتی باور خود شکل میتیم یا باور خود میخواییم به یک سمت سو بکشانیم، باید خودآگاه کار بکنیم تا این تبدیل شود به ناخودآگاه ما و باورهای ما به شکل خوب و بهتر شکل بگیره. این چند تا مسئله را میخواییم واضح تر بسازم که باورهای ما از کجا شکل میگیره. بله. بیشتر اشاره داشتیم که از خود خانواده آغاز میشه. مثلا اگر در یک خانواده ببینید، مثلا بچه زمان گریه میکنه میگه بچه‌م گریه نکو، تو بچه هستی، تو مرد هستی، ای آیسا آیسا بزرگ میشه ای بمی باور است که مردا گریه نمیکنن دیگه، مردا نباید گریه بکنن. اما مثلا اگر یک دختر خانم است یا خانم است، وقتی به حال به خانم تبدیل شده، بزرگ شده، در دوران کودکی برش این مسئله گفته نشده اما برش خیلی عادی هست. یا مثلا اگر در خود خانواده همیشه یاد شده که پول چرک دست است، پول به درد نمیخوره، پول با سختی و مشقت به بار میآید یا به دست میآید، وقتی ما بزرگام شدیم به می فکر هستیم، به می باور هستیم، فکر میکنیم پول یعنی سختی، یعنی باید زحمت بکشیم، باید حرق بریزیم پول به دست بیاریم. اما زمانی که اگر در خانواده گفته میشه که نه، پول یک ارزش است، میتونیم پول زمانی که زحمت بکشیم، کار بکنیم، خوب کار بکنیم، بهتر کار بکنیم، میتونیم راحت به دست بیاریم. وقتی بزرگم شدیم فکر میکنیم که پول به راحتی به دست میاد و واقعیت هم میتونیم اون را به راحتی به دست بیاریم. چیزی که بسیار مهم است در شکل گیری باورهای ما مسئله تلقین است. روزی که من بر خودم تلقین میکنم، اگر من تلقینای منفی میکنم، میگم من انسان بد هستم، زشت هستم، یک انسانی هستم که خودم دوست ندارم، آیسا آیسا همی به باورم تبدیل میشه. تو از من یاد میشه میگم من انسان بد منفی. اما زمانی که باورهای مثبت شکل میتم یا به نوعی تلقینات مثبت میداشته باشم، یا آیسا آیسا باورهای مثبت در وجودم شکل میگیره. میگم یک انسان عالی هستم، من همیشه میتونم کار انجام بدم، همیشه میتونم، میشه، امکان دارم، من انسان عالی هستم، آیسا آیسا به می باور میرسم دیگه. روی نکته بسیار خوب اشاره کرده. من هم میخوام روی همین موضوع کم بیشتر صحبت بکنین. اگر ما مثبت فکر بکنیم و کم تو که شما هم گفتین این بالاخره تبدیل میشه به باور، همین مثبت فکر کردن چه تاثیر داره؟ دقیقا اگر مثبت فکر کنیم آیا ما موفق میشیم، آیا ما اهداف را داریم، یا بالاخره بگیم نتیجه کار ما هم مثبت است، یا بعضی که منفی فکر میکنن، یعنی بعضی میگن مثبت فکر میکنم ولی نمیشم چون چیزه، چقدر این تاثیر داره؟ چون همه روانشناس های ما بیشتر اوقات روی همین موضوع بحث میکنن که مثبت فکر کنیم. اولا خود باور زندگی ما را تشکیل میده، یعنی ما در هر آن موقفی که هستیم برگرفته شده از باورهای ما. مثلا من یک سخنران خیلی خوب هستم، به این مفهوم است که باورهایم خیلی خوب بوده که من در اینجا به یک سخنران خیلی خوب تبدیل شدیم. اما یک کس دیگه که ادلات فوق العاده زیاد داره اما نمیتونه بیای سر استیج سال شوه و سخنرانی بکنه، دلیلش این است که باورهایش منفی هست یا باورهای خود به شکل مثبت شکل نداده.
پس زمانی که من باورای منفی می داشته باشم به مو سمت سو خود کائنات و جهان مرا می کشانه و دقیقا باورهای ما مثل آهن ربا هستند، جذب می کنن هم شکل خوده. ببینین آهن، آهن ربا را شما بگیرین به طرف آهن ببرین، آهن جذب می کنه، کش می کنه، یا خودش اگر کوچک باشه خودش کش می کنه خوده به طرف آهن. به این شکل اگر این باورهای ما منفی باشه ما را می کشانه به طرف منفی ها. بله. من می خواهم اشاره بکنم کسایی را من می شناسم که خیلی پول زیاد داره، علمیت هم خیلی فوق العاده هست، اما نمیتونه یک کاروبار شروع بکنه. دلیلش این است که باورش به این هست که میگه اگر کاروبار شروع بکنم شاید شکست بخورم، شاید به نوعی تخریب شوم، یا شاید دیگران مرا بخواهن تخریب بکنن یا تغییر بکنن یا سرکوب بکنن. این به این باور است و نمیخواد کار را شروع بکنه، پس یه آدم نمیتونه موفق شوه. اما اون انسانی که فکر میکنه خب میگه ما بله یک کار را میخوایم شروع بکنم، شکست هم وجود داره، ترس هم وجود داره، تحقیر دیگر هم هست، اما با وجود همه این کارها ما میخوایم بازم کار خود شروع بکنم و میخوایم بازم درس بخونم، تحصیل بکنم، بازم میخوایم یک تجارت را آغاز بکنم و این آدم میره آهسته به سمت پیشرفت و ترقی و جایی که میخواید برسه. دقیقا اگر امکان از یه هم هست وقت افکار ما هست بالاخره هر گونه که ما فکر کنیم و این تبدیل به باور شد، حالا چگونه این باورهای ما را میتونیم تغییر بدیم اگر بود منفی خود داشت؟ روی این بخش صحبتهای شما را میشنویم لحظات بعد وقت خیلی کوتاه. در رابطه با باورها صحبت میکنیم، شکلگیری باورها. قبل از وقفه سوالی که ما داشتم از آقای فرزایی در رابطه با باورهای ما اگر منفی باشه چگونه تغییر بدیم باورهای ما را که بالاخره بازم به سمت مثبت بریم، یعنی باورهای مثبت داشته باشیم. دقیقا ببینین وقتی ما میخواییم باور خود شکل بدیم اولا باید بشناسیم باورهای خود که آیا باورهای ما مثبت است یا منفی هست. باید اولا شناسایی بکنیم این باورها را. یک قلم و کاغذ میگیریم، از وسط نیمش میکنیم، به یک طرف میبینیم که چی ها در زندگی مثبت است، چی ها منفی هست. منفی هایشان پیدا میکنیم، مثبت ها را پیدا میکنیم. پس این منفی ها را کل شب به مثبت تبدیل میکنیم یا مثبت چه نوشته میکنیم. میگم مثلا ما یک ببینین از این عادت بسیار کوچک خود شروع میکنیم، از این دیگه آیسا آیسا باورهای ما شکل میگیره. مثلا من یک عادت دارم که همیشه یک تکیه کلام زشت استفاده میکنم، یک تکیه کلامی که اصلا مناسب نیست استفاده میکنم. این آیسا آیسا از سرم اثرگذار، سر شخصیت من اثرگذار، سر باورهایم، سر کارهایی که در زندگی خود بالاخره انجام میدم. اینو میاریم به مثبت تبدیل میکنیم. از این طریق یک نکته بسیار مهمه که باید در نظر بگیریم، خود باور برگرفته شده از اندیشه هاست یا برگرفته شده از افکار است. مثلا اول افکار است یا فکرایی که ما انجام میتیم در دوران روز، که تحقیقات نشان داده که در 24 ساعت یا حتی در 48 ساعتی که میگذره 63 هزار فکر از ذهن ما عبور و مرور میکنه، که 10% از این تنها خودآگاه هست، 90% دیگه از این تنها به شکل ناخودآگاه عبور و مرور میکنه از ذهن ما. پس اگر ببینیم که وقتی میخواییم این باور را تغییر بدیم یا اینمی باورایی که منفی هست به شکل خودآگاه اول باید بیاریم و سر از این فکر بکنیم که آقای فرزی اگر ما بخواییم باور ما را تغییر بدیم اول خب باید بپذیریم که این باورهای ما منفی هست. 100% در صورت که نپذیریم خیلی مشکل است. او کسایی که را رشد هم میتن و میگن که ما درست هستم، باورهایی که شاید هم اشتباه باشه اینا درست فکر میکنن، روی پیامدهایشون بگوین چی هست؟ کاملا باید اولا در تمام مسائل اولا باید ما بپذیریم که میخوایم تغییر بکنیم. روزی که من پذیرم هیچ کسی مرا نمیتونه تغییر بده. پس مسئله اول بله کاملا مهم است که باید خودم بفهمم، بپذیرم که من میخوایم از هر امروز تغییر شروع بکنم. نکته دوم، دوستایی که در کنارم هست بیاین از اینجا آغاز بکنیم. اگر اون دوستا منفی هستن چون سرما اثرگذار هستن اونا رو دور بکنیم. یا در شغل و کاری که من اونجا کار میکنم یا یک وظیفه‌ای دارم ببینیم که آدمای منفی هستن، پیامای منفی میرسه، گپای منفی میرسه، از اینجا شروع بکنیم. میشه شغل خودت تغییر بدیم، میشه عمو فضا رو تغییر بدیم، میشه اونمو دوستای خودت تغییر بدیم. در خانواده‌ای که زندگی میکنیم، پدر، مادر، برادر، خواهر، اینا، ما اگر از خود ما شروع بکنیم که من امروز باور خودم تبدیل بکنم، آهسته آهسته باورهای اونام آهسته آهسته یعنی تغییر میکنه و میرسه به اون زمانی که خود اونا باورهای مثبت می داشته باشن و آهسته آهسته از این خانواده بیرون میشه و بالاخره جامعه تغییر میکنه و مردم دیگه‌ای که داریم همش میشه که با تنها با تغییر خوردن خود ما یا تنها با تغییر باور خود ما تغییر بکنه. جمله حضرت محمد صلی الله علیه و آله است که میگه اصلاح را از خودتان آغاز بکنید. پس بیاین که از خود ما شروع بکنیم، باورهای منفی خود را به مثبت تبدیل بکنیم و روزی که ما پافشاری میکنم روی یک باوری که اصلا نامناسب است، اصلا درست نیست، من میگم که این باورم کاملا درست است و بعضی اوقات بی‌شعورانه برخورد میکنیم با خود ما، این مسئله کاملا مسئله نامناسب است. بیاین که با واقعیت ها آشنا باشیم، روزی که میخواهیم یک باور مثبت داشته باشیم، یک
باور خوب داشته باشیم یا باوری را که ما خودم فکر میکنیم که باور خوب است این را پرتیم در قالب از اینکه آیا واقعیت چی هست، آیا واقعا باورم خوب است درست است نیست، از دوستای خود بخوایم. و چیزی که خیلی کمک ما میکنه مسئله صحبت کردن است. مثلا ما زمانی که میریم یک جای سخنرانی میکنیم یک موضوع را مطرح میکنیم، چهار نفر دیگه نشسته بعد شما برام میگه که این مسئله را که خودت میگی به این شکل نیست، پس آیسا آیسا باور ما اینجا شکل میگیره. اما زیاد مواقع ما نمیخوایم صحبت بکنیم و از اون جمله یاد گرفتیم که میگه باید خاموش بشین، یا زمانی که ما خاموش میشیم اطلاعات زیاد یاد میگیریم که زیاد مواقع هم اینجا ضرر میکنیم. وقت خوب است که ما حرف بزنیم، سخنرانی بکنیم، سمینارا آماده بکنیم، در خود خانواده شروع بکنیم، گپای خود بگوییم بر دیگرا، کسایی که یک مقدار علم دارن، دانش دارن با اونا جر بحث بکنیم. آیسا آیسا باورای ما شکل میگیره، کمک میکنه. مسئله مطالعه کردن خیلی مهم است در تغییر باورها. زمانی که ما مطالعه میکنیم اما باورهای منفی ما آیسا آیسا تبدیل میشه به مثبت و ما یک مسیر درست را پیدا میکنیم. بله، همون که شما گفتین محیط هم خیلی فوق العاده نقش داره. وقتی وارد اجتماع میشیم در محیطی که ما سر و کار داریم، هر جایی که باشه، بعضن جنبه های منفی یا موارد منفی هم هست در اجتماع و محیط، اما چگونه نگذاریم که اون گپا و بالاخره موارد منفی بالای ما اجازه ندیم که کار بکنه و باورهای ما را به یک سمت منفی ببره؟ چگونه به هر حال اگر باور ما مثبت است، با هر شرایطی که ما در محیط قرار بگیریم کوشش بکنیم همون باورهای مثبت ما را حفظ کنیم؟ دقیقاً، اولا باید بدانیم که محیط کاملا تاثیرگذار است. مثلا تلویزیون را که ما میبینیم، او خبری که میگذره، او برنامه‌ای که مرور میکنیم، چی خودآگاه چی ناخودآگاه تا ناخ هم طور تماشا بکنیم، او سر ما اثرگذار است. چیزایی را که ما میشنویم از دیگرا، گپایی را که دیگرا بر ما میگن، خلاصه هر چیزی را که ما میشنویم یا میبینیم، این اثرگذار است سر ذهن ما، سر دید ما. پس زمانی میتونیم این باورهای مثبت خود حفظ بکنیم که از منفی ها بگذریم. مثلا یک خبر منفی اصلا نبینیم. ما چی کار میشه؟ یک جای یک اتفاق منفی میفته، تمام فیسبوک ها پرش میکنیم از تمام مسائل منفی، پیام های منفی، هر جایی میشنیم از اون گپ های منفی یاد میکنیم، برنامه‌ای رو پیدا میکنیم که اونمو گپ های منفی باشه، اونمو جنگ باشه. و بعضی اوقات ما استدلال میکنیم که خب حس وطن دوستی، ما میگیم اگر حس وطن دوستی داری عزیز دل، بیا خودت سالم نگاه کو، خودت یک مقدار رشد بده، یک جلد کتاب بخون، یک صفحه کتاب بخون، یک تا جمله مثبت یاد بگی، این کمک میکنه که وطن ما آباد شود. این نمیشه که ما خبر منفی رو پخش بکنیم، تمام خبرهای منفی رو ببینیم، گپهای منفی رو ببینیم، جایی که میشنیم از غیبت، از دروغ، از تظاهر، از گپ دیگر را یاد کردن، از اینا ما فکر میکنیم که ما میرسیم به یک نتیجه مثبت نی. پس تمام چیزایی که در زندگی هست باید مثبت بسازیم، حتی از کلمات مثبت باید استفاده بکنیم. مثلا با یک نفر مقابل میشیم نگوییم مانده نباشی. زمانی که میگیم مانده نباشی، یعنی به این مفهوم که ما اونم کلمه مثبت است، کلمه منفی را سر از او آدم تلقین میکنیم. پس چقدر خوب است، یک جای خواندم گفتن به جای از اینکه بگوییم که مانده نباشی، چقدر خوب است بگوییم قوت کار، چقدر بگوییم که خوش باشی، سرحال باشی، خندان باشی. و زیاد اوقات ما از این کلمات استفاده میکنیم، حتی در کودکستان ها جملات منفی، شعرهای منفی، حتی گپای منفی که در خود شعر میگنجانن و طفلک ها از اونجا شروع میکنن و از اونجا یاد میگیرن. پس خوب است که ما جمله مثبت هر روز تکرار بکنیم، جملات مثبت بسیار مقبول در اتاق خواب خود، در و در جایی که ما کار میکنیم، وظیفه داریم، شغل داریم، اینا رو بند بکنیم، در موتر خود، در کتاب خود، در هر جایی، در فیسبوک خود، پیام های مثبت، گپ های مثبت، جملات مثبت، اینا رو ما کار کرده بریم و این باعث میشه که هر روز ما شادتر می باشیم، اون کلمات منفی دیگه اثرگذار هم نمی باشه. و یک چیز رام که اشاره بکنم، بعضی اوقات کلمات منفی سر ما اثرگذار هست، زمانی اثرگذار است که ما او را اجازه بدیم. مثلا یک کسی یک گپ منفی را میگه، اگر ما او را اجازه بدم که وارد ذهنم شوه، دقیقاً سرم اثر میگذاره. اما همون لحظه میبینیم که کلمه منفی هست، چون ما با خودم حد کردیم، با خودم پیمان بستیم که ما دیگه گپ منفی را نمیخوایم بشنویم. پس از اونجا توقفش میدیم، اصلا نمیخوایم ما گپ منفی را بشنویم، اصلا اجازهش نمیدیم که سر ما اثر گذار بشه. بله، دقیقاً. باورهای مثبت و منفی هر دو بودش اگه میش صحبت بکنین، در شخصیت ما چه تاثیر داره؟ یعنی روی رفتار ما چه تاثیر میگذاره؟ ظاهرا چه تغییرات میآید در رفتار ما، از لحاظ شخصیتی، در گفتار ما، همه عملکردهای ما؟ اگر باورهای ما مثبت باشه چیزهای در شخصیت ما دیده میشه، و اگر منفی باشه؟ کاملا مسئله خیلی مهم اشاره کردین. ما با بعضی اوقات با بعضی آدم ها سردشار میشیم یا بر میخوریم که یک آدم خیلی شاد، یک آدم خیلی خندان، یک آدمی که دل آدم میشه ساعت ها با این آدم بشنه، حرف بزنه، به طرف از آدم نگاه بکنه. اما بعضی اوقات هم با آدم های سردشار میشیم یا بر میخوریم که میخواییم حتی در یک رای کروانستی میخواییم امورای خود چپ بکنیم که با این آدم تنها سلامانیکی نمیخواییم بکنیم. بیاین این بخش صحبت شما را میداشته باشیم، بعد از تماس بینیده ما. سلام، خوش آمده. بله، سلام علیکم، خوش باشین خواهر. من میخوام از استاد محترم یک سوال دارم.
بفرمایید. مشنویم، بفرمایید. سوال ما نیست که من یک بچه دارم 10 ساله شده، یعنی که در کوچه میره ساتیری میکنه، هر کس یک جاب برش میزنه من چی فکر میکنه؟ فکر میکنه که یعنی ما بعد از تو کلگی در باری کالایش یا در باری هر چیزش، یعنی از خود ترکی همه قسم تربیه شده. من خودم زیاد فکر منفی داشتم، افسردگی داشتم، حال یک سال میشه خودم خوب شدم. میخوایم که هم بچه ما رشد بتونه، یک کمکی با آرای منفی را اثر چی کنم، میخوایم که مثبت فکر کنه، یک کمکی بسیار اعتماد به نفسش پایین است، نمیم اعتماد به نفسش بالا ببرم. تینسه چاری مکتب است، در مکتب هم که میره یکی زیاد همه تو طفلا را آزار میته، نه نزنه یعنی تو آزار میته و چنگی میگیره و همی کار گیان میته، همی کار میکنه در خانه هم مزدوم. یک دفعه از استاد کمک میخواییم. استاد حتما. چرانه تشکر از اینکه تماس گرفتین. شما سریق تلویزیون بشنوین صحبت های را که آقای فرزهی میخوای بر شما داشته باشن. موضوع خیلی خوب اشاره کردن. ما یک بخش داریم یا یکی از موضوعات بسیار گسترده روانشناسی است که مسئله عزت نفس است. بعضی اوقات ما اشتباه میگیریم با اعتماد به نفس که کاملا از هم دیگه متفاوت هستند. ما کمی خلاصه میخوایم اشاره بکنم که موضوع عزت نفس چی است و چی ها را به بار میاره و چگونه ایره میتونیم از این حالت بیرون بکنیم. خود مسئله عزت نفس یا حرمت نفس یعنی احترام گذاشتن بر خود ما یا پذیرفتن خود ما یا دوست داشتن خود ما هست که دقیقاً از 14 ماهگی الی 36 ماهگی شکل میگیره و در این زمان اگر پدر مادر سر طفل قال مقال میکنه، اگر طفل تکای خود تر میکرده باشه متوجه از اون میباشه، بالاخره یک نیازی داره از پدر از مادر میخواد، سرکوب میشه، سر صدا میشه، لاتکوب میشه، قال مقال سرش میشه، این عزت نفس خود از دست میده و دقیقاً در بزرگسالی ما میتونیم این را پس دوباره ترمیم بکنیم، اما به حالت اولش بر نمیگرده. کسایی که عزت نفسشان بالا هست، کسایی هستن که خود خوب فکر میکنن، خود دوست داشتنی فکر میکنن، دیگران را دوست دارن، دیگران را خوب فکر میکنن، همیشه یک انسانی هستن که خود با دیگران مقایسه نمیکنن و همیشه افکار مثبت در ذهن می داشته باشن و از این قبیل گپا که علائمش زیاد است. روزی که این طفل ما حالا گپای دیگران را منفی فکر میکنه، کاری که میکنیم که چون شما متوجه شدین چقدر خوب است که خودتان مادر عزیز گفتین که من متوجه شدم که قدر مشکل داشتم، حالا یادم عزت نفسش پایین شده و ما میخوایم ایره رشد بدم. کاری که ما میتونیم بکنیم برای بچه خود میفهمانیم که هر آن کسی که برای خودت هر چیز میگه مربوط خودش میشه و مسئله برداشت تو است که تو چی برداشت میکنی از گپ از این آدم. پس گپای منفی که دیگران میگه گپای منفی شرها میکنی، گپای مثبتی که میگه او گپای مثبتش برداشت میکنی و زمانی که یک جمله منفی یا گپ منفی میشنوی اصلا متوجه از او گپ نمیباشی یا اگر او گپ در ذهنت میندازی باید به مثبت تبدیلش بکنی. باید سر از این زیاد کار بکنین. چند تا کار مهم باید انجام بدین. اولا به پسرتون بگین که خودت دوست داشته باشه، اثر امروز به خودش احترام میگذاره، دیگران هم دوست داشته باشه. وقتی یک کسی یک گپ منفی میگه یا حتی مثبت میگه ما او را برداشت منفی میکنیم، به این مفهوم است که ما او را دوست نداریم. فکر میکنیم که گپ منفی شام گپ مثبت شام بنوی منفی هست، خوب است که دیگران را دوست داشته باشه. و کاری که میکنین اثر امروز از کارهای کوچک در خانواده شروع بکنین. شما گپای مثبت میگین، گپ منفی گفت براش بفهمونین که بچه‌م دیگه این قسم نمیگی، که کمک بکنه، تشویق به مطالعه کردن بکنین، که حداقل کتابکای خیلی خرد کوچک هم میتونین، اگر او نمیتونه مطالعه بکنه شما یا کس دیگه که در خود خانواده هست بر از او میگین که حداقل روز یک تا جمله بر از یادم بفهمونه، کمکش بکنه بر تشویق کردن. این مسئله کمک میکنه که یادم هم عزت نفسش پس دوباره شکل بگیره و احساسش بلند. بسیار خوب، ادامه صحبت های شما در رابطه با خب بازم صحبت ها را میگذاریم چون بینید ما روی خط تلفن هست. سلام، خیلی خوش آمده. بله، سلام علیکم، خوب هستین؟ شدن تشکر، سلامت باشین، خدا معرفی کنین و سوال اگر دارین ما مشنم. بله، میبخشین، من مریم هستم از کورتینا، شما رو زمت میتونم. خوش آمدین مریم جان، بفرمایین. هستین روی خط؟ مریم جان اگر هستین ما مشنویم، میشه سوالتون رو بگویم. بله میبخشین استاد محترم، من نامزد هستم در میروزای نزدیک عروسی مستر، چون یک قسم افسردگی برام پیدا شده در مقابل خسرانایم، نه فهم چه قسم یک رای علا برمشان بدین که همین بیم ترس یا که در دلم همی از بین بره. چه قسم یک ترس دارین خواهر عزیز؟ یا شما گفتین که ما در دلتان افسردگی یا بنابرای شما دوچار افسردگی شدین، میشه یک چند تا صفت ها را بگوین که صفت ها در وجود شما هست؟
در مقابل می بسیار ننوای قیورای می ترسم یعنی نیک حتما معلومات میتین بله تشکر مریم جان بشنوین صحبت میکنن بفرمایید معمولا یک چیزی که داریم به نوع نامش استراب میگذاریم در اصطلاح روانشناسی یا بعضی هم معنی ترس میدانند که ترس با استراب کاملا متفاوت هستند از هم دیگه استراب یعنی از معمولا از جاهای جدید میباشد مثلا اگر من پنتون نرفته باشم پیش از اینکه پنتون میریم یک نوع دلهره دارم یک نوع استراب دارم اونجا برم چه قسم فضا هست چه قسم با دیگرها برخورد بکنم یا از این قبیل گپا یا مثلا اگر من در یک محفلی که اصلا تا به حال اشتراک نکردیم و اونجا خیلی آدمای بزرگ هستند مثلا میریم رئیس جمهور است وزرا هست یا کسای دیگه هستن که اصلا ما با اونا آشنا نبودیم یا از نزدیک ندیدیم با اونا یا نشست برخاست نداشتیم من هم یک نوع دلهرگی می داشته باشم یا یک استرابی می داشته باشم که استراب یعنی به نوعی میشه بگیم که قبل از اینکه ما به یک جای آشنا شویم یاد میکنیم خواهر عزیز مسئله که خیلی شما را کمک میکنه که این ترس از دل شما که به نوعی خودتان ترس مینامینش و ما استراب مینامیم این مسئله دور شود کاری که کمک تان میکنه خود آشنا بسازیم مثلا با مو ایورتان با مو خسرتان با مو خوشیتان با مو کسایی که در مو خود خانواده هست با خودشان آیسوسد یعنی درگیر گپ شوین اگر نمیتونین گپ بزنین حداقل با تصویرشان حداقل از دیگرایی که مو نامزدتان که با شما هست از او صحبت بکنین کی چی خاصیت داره چی صفت داره چی عادت داره عادتاش خوب از بد است حتی از این قبیل گپا حتی میشه تصویر او خانه را او خانه را یا از او خانواده را ببینین با او خود خانه خود آشنا بسازین با او افرادی که در او خود خانواده زندگی میکنن این کمکتان میکنه که آیست آیست از این مسئله بیرون شوین و مسئله خیلی کمکتان میکنه آشنایی با واقعیت ها از بیاین بپذیریم که همه ما انسان هستیم اونجا وقتی میریم اونا هم انسان هستن آدم هستن کسایی هستن که در یک محیط بزرگ شدن کسایی هستن که شخصیت های عالی دارن پس ما هم دیگه انسان هستیم پس دو دارن انسان یا دو نفر یا دو شخص یا دو فرد وقتی با هم یک جا میشن در یک فضای صمیمی با هم زندگی میکنن هستن کدام مشکلی را به بار نمیاره خدای ناخواسته جایی ما نمیریم کجا به جای به یک جایی باشه که ما را جنگل بنامیم یا یک جایی بنامیم که جای ترسناک باشه وحشتناک باشه پس یک فضای انسانی هست دوستانه هست صمیمانه هست وقتی باورهای خود به این شکل ترتیب میکنیم اینا را تلقین میکنیم به خود ما کمک میکنه که در اون فضا بریم راحت و آرام زندگی بکنیم بسیار خوب خدا کنه که مریم جانم شنیده باشن تشکر از شما که تشریف آوردین تشکر از شما زنده باشین بینده های عزیز سپاس از همه شما که باز ما را همراهی کردین انشالله که در رابطه صحبت هایی که در رابطه به باورها داشتیم تاثیر گذاشته باشه و مؤثر و مفید تمام شده باشه باقی روز همه شما خوش خدا نگهدار همه ما شما